زمرد سبز یا امرالد یک سنگ گرانبها است. در این برنامه به طور مفصل روش‌های تشخیص زمرد اصل از بدل را برایتان توضیح دادیم. اما پیش از آن خوب است بدانید سنگ زمرد اصل چیست و چه مشخصاتی دارد. برای این منظور تا انتهای این قسمت با ما همراه باشید. زمرد سبز یا امرالد یک سنگ گرانبها و نوعی بریل معدنی است. درجه سختی آن 7.5 تا 8 در مقیاس موس است. زمرد طبیعی چون از خانواده بریل است، طیف‌های متفاوتی از رنگ سبز را شامل می‌شود. زمرد اصل دارای جلای شیشه‌ای و خاکه سفید رنگ است. یک زمرد اصل علاوه بر رنگ سبز، باید درخشندگی و شفافیت بسیار بالایی هم داشته باشد. با اینکه درجه سختی زمرد اصل بالاست، اما چون اغلب سنگ‌های زمرد دارای حفره و ترک هستند و ساختار یکپارچه ندارند، بسیار مستعد شکستن هستند. مخصوصاً اگر ضربه‌ای به سنگ وارد شود، ممکن است خیلی سریع ترک بخورد. زمردهای واقعی که خلل و فرج‌های کمی دارند، بسیار کمیاب هستند. به طور کلی سنگ‌های شفاف و سبز رنگ که رنگ ثانویه زرد و تیره ندارند، از همه گران قیمت‌تر هستند. جالب است بدانید به شکاف‌ها و تداخلات سنگ زمرد در اصطلاح باغ میگویند. چرا؟ چون ظاهری شبیه خزه به آن میدهند. البته از این شکاف ها در هر سنگ زمردی یافت نمی شود. همچنین خوب است بدانید که زمرد واقعی نسبتاً سخت است و لبه های تراشیدگی های آن نباید هیچ نشانه ی ساییدگی داشته باشد. اما زمرد مصنوعی و بدلی چون از مواد نرمتری ساخته می شوند، تراش های سنگی تیزی کمتری دارند و با گذشت زمان و پس از چند بار استفاده ساییده خواهد شد. برش زمرد اغلب به صورت بیضی، مستطیل و لبه گرد و منحنی است. زمرد اصل در برابر اسیدها مقاوم است و با مواد شوینده مثل آب گرم و صابون مشکلی پیدا نمی کند، اما در برابر حرارت ممکن است ترک بخورد. سنگ زمرد مصنوعی چیست و آیا بی‌ارزش است؟ سنگ زمرد بدلی با مدل اصل آن به لحاظ ساختار شیمیایی تفاوت دارد. زمرد مصنوعی از متریال های گوناگونی ساخته می شود که ممکن است مواد طبیعی را هم شامل شود. گاهی اوقات سنگ های قیمتی طبیعی و اصل همانند زبرجد را به جای زمرد به مشتری ها می فروشند. زبرجد نوع شفاف و تراش خورده نوعی کانی به نام الیوین است و رنگ سبز زیتونی دارد. زبرجد خودش هم جواهر است، اما ارزش آن به اندازه زمرد نیست و قیمت ارزان تری دارد. این سنگ جلای شیشه و روغنی دارد و در مقابل مواد اسیدی پایدار نیست و در برابر فشار و ضربه شدید ترک می خورد. زمردهای مصنوعی در آزمایشگاه ساخته می شوند و بنابراین سعی می شود تا ساختاری مشابه به سنگ طبیعی داشته باشد. اما به طور کلی باید گفت که زمرد مصنوعی لزوماً فیک و بی‌ارزش نیست. اما اگر نمونه مصنوعی را به عنوان زمرد اصل به شما غالب کنند، آن وقت است که کلاه سرتان رفته و باید نزد فروشنده بازگردید. خب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین، حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که برای دیدن برنامه‌های جدید ما این سفر رو دنبال کنید.